سرخط خبرها. 13 به در در خانه. رئیس جمهوری ایران میگوید روند شیوع کرونا در همه استانها نزولی است. تودور روزولت گرفتار کرونا. فرمانده ناو هواپیمابر خواهان تخلیه فوری 4000 سرنشین شد. گسترش اقدامات پیشگیرانه علیه کرونا در افغانستان. بازارهای بلخ، تخار و بدخشان بسته می شود. و فاصله های زیاد و دل های نزدیک. چالش های کمک رسانی به نیازمندان در مناطق دوردست بریتانیا. سلام، عصر بخیر. خوش آمدید به دومین بخش خبری چهارشنبه 13 فروردین 99 با من رنا رحیم‌پور. امسال ایران 13 به در متفاوتی دارد. بسیاری ترجیح دادند امروز در خانه بمانند. دولت هم مقررات سختگیرانه‌ای برای منع عبور و مرور اجرا کرده. رئیس جمهوری ایران گفته که روند شیوع ویروس کرونا در سراسر ایران نزولی شده. همزمان وزارت بهداشت اعلام کرده که از دیروز حدود 3000 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و نزدیک به 140 نفر هم جانشان را از دست دادند. علی همدانی گزارش می‌دهد. جردن روز 13 به در ساعت 13 تقریبا هیچکی تو خیابون نیست. 13 که در طبیعت به در نشد. کوچه‌هایی که با گذشته خود بیگانند. از آغاز امر تصمیمات و تفاوتی دیگر، جلسه هیئت دولت روز 13 به در. در تصاویر جلسه هیئت دولت ایران وزرا گوش تا گوش نشستند، نزدیک به هم، بی تفاوت به معیاری که همه جای دنیا از جمله در ایران به آن توصیه شده، فاصله گذاری اجتماعی. بخش عمده از اظهارات حسن روحانی هم در همین رابطه بود، خطاب به مردم. و امسال به خاطر سلامت و صحت خودشون و همچنین هموطنان عزیزشون خانه رو برگزیدند. و آقای روحانی گفت که شمار مبتلایان در همه استانهای ایران روند نزولی پیدا کرده. او در پاسخ به این انتقاد که چرا سیاست اجرای فاصله گذاری اجتماعی در ایران بسیار دیر اجرا شده، حرفای تازه‌ای زده. بعضیا پیشنهاد می‌کردن قرنطینه چینی را ما پیاده کنیم. قرنطینه چینی معناش این بود که دستور دادن تمام مغازه ها بسته بشه، تمام ماشین ها از حرکت متوقف بشه، تمام درب خونه ها بسته بشه، هیچ که حق نداره از خونه خارج بشه و غذای 24 ساعت توسط مامورین به داخل خونه انداخته می شد. در دوره مد نظر آقای روحانی، منتقدان خواستار تعطیلی اماکن عمومی از جمله اماکن مذهبی بودند و حرفی از قرنطینه به گفته آقای روحانی مدل چینی نبود. مثلا در کوران بحران در قم، اقدامی که هفته‌ها بعد از گسترش بیماری در این شهر سرانجام صورت گرفت. و این بخش از اظهارات حسن روحانی. یک مدلی بود که برخی از کشورهای اروپایی روزهای اول شروع کردند و کم کم مقداری ازش عقب نشینی کردند در این روزها، و اون امنیت جمعی بود. اونها مدتی این شیوه رو ادامه دادن، بعد خودشون هم در ادامه این شیوه دچار مشکل شدن. در کشورهای اروپایی هرگز این طرح اجرا نشد و در حد حرف و حدیث باقی ماند. طرح‌های مختلف رو در مراحل مختلف اجرا کردیم و پیاده کردیم. و طرحی که دولت ایران میگوید اجرا کرده، همانی است که در بسیاری از کشورها اجرا شد، از همان روزهای اول و نه پس از ابتلای هزاران نفر و در گذشته صدها تن. همه این اظهارات برخلاف آنچه که رئیس جمهوری اسلامی ایران در اوایل اسفند ماه گفته بود. این یکی از نقشه ها و توطئه های دشمنان ما هست که با هراس افکنی زیاد در جامعه کشور رو به تعطیلی بکشونن. بنابراین از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود. آقای روحانی در بخش دیگری از اظهارات امروز خود از شیوه کشورهای غربی در مقابله با بیماری انتقاد کرد. من فکر می‌کنم نمونه‌ای که طراحی ما داشت، ما به خاطر اینکه خب روزای بحران رو زیاد دیدیم، جنگ رو دیدیم، همه مسائل رو دیدیم، از ابتدا بر مبنای بدبینی شدید تصمیم گیری کردیم. و خب بر همون مبناست که شما میبینید فروشگاه های ما قفسه هاش پره، چون بر اون مبنا ما تصمیم گیری کردیم. انبارهای ما پره.
اما با اینکه برخی از کشورهای غربی از ما فرصت بیشتری داشتن، یعنی وقتی ما مبتلا شدیم اونا در 15 روز بعد مبتلا شدن، اونا فرصت بیشتری داشتن، ولی هم تخت کم آوردن، هم وسایل تنفسی کم آوردن. این اظهارات در برابر اظهاراتی است که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در چند روز گذشته مطرح کرده. وزارت خارجه ایران گفته به دلیل تحریم‌های آمریکا ایران با کمبودهای جدی برای مقابله با شیوع کرونا روبرو بوده. اظهارات حسن روحانی در حالی مطرح می‌شود که بعضی به دیده تردید به شیوه مدیریت شیوع ویروس جهانگیر کرونا در ایران می‌نگرند. بسیاری ایران را در عالمگیر شدن این بیماری مؤثر می‌دانند و حکومت این کشور را متهم می‌کنند که شمار مبتلایان و درگذشتگان را با صداقت اعلام نمی‌کند. سلام، امروز 13 فروردین 99. 13 به دری متفاوت برای ایرانی ها، خالی از رسوم همیشه، مملو از سیاست و ویروسی که گره خورده به بخت همه در جهان. علی حمیدان، بی بی سی. آتشگاه و باغ و پیشتر از آرش علایی، مدیر انستیتوی آموزش و بهداشت در نیویورک آمریکا، پرسیدم اینکه آقای روحانی میگوید روند ابتلا در همه استانها سیر نزولی پیدا کرده چقدر علمی است؟ صحبت‌های ریاست محترم جمهور آقای روحانی هیچ مبنای علمی نداره، کاملا عوام فریبانه و سوی سیاسی داره. به این خاطر که ما دو تا عدد داریم، یکی عددهایی که وزارت بهداشت ایران رسما اعلام میکنه، در اون عددها گزارش نمونه‌های تازه‌ای که افراد تست شدن و مثبت شدن رو به افزایشه و این افزایش باید بیشتر بشه. چرا؟ چون تخمینی که زده میشه عدد فوت حدود 3000 نفر با گزارش هایی که از سراسر دنیا آمده، اگر 1 تا 2% فوت رو بذاریم در بین مبتلایان، نشان از اون داره که 150 تا 300 هزار نفر در ایران مبتلا هستند، در صورتی که تعداد افراد شناسایی شده هنوز زیر 50000 نفر. تخمین دومی که مطالعاتی که دوستان دیگر دکتر قفارزادگان و دکتر حجیر انجام دادن، نشان از بین 500 هزار نفر تا 1.5 میلیون مبتلا داره. و گزارشی که کمیته کشوری نسبت به افرادی که در معرض مطالعه بودن علامتهای بالینی داشتن، نشان دهنده 1.5% افرادی بوده که علامت بالینی دارن، که اون هم باز نشان از 800000 تا 1.2 میلیون مبتلا در ایران داره. پس عددی که آقای روحانی تحلیل میکنه کاملا سیاسی است، نه علمی. و اینکه در بعضی استانها روند رو به گسترش یا نه، نیاز داشت که همونطوری که وزارت بهداشت اول شروع کرد به تفکیک استان اعلام میکرد که چند نفر مبتلا چند نفر فوت، ادامه پیدا میکرد و یک عدد رو نمیگه هنوز وزارت بهداشت، که اون خیلی کلیدیه برای اینکه ما بفهمیم که روند رو به گسترش یا کاهش، اینه که چه مقدار تست انجام میشه، چه مقدار تست از کدام نوع کیفیت و چقدر مثبت میشه افراد. این رو ما نداریم. پس صحبت آقای روحانی هیچ منطق و دلیل علمی نداره. چه تبعاتی میتونه داشته باشه این گونه صحبت‌های آقای روحانی؟ ببینید، صحبت‌های آقای روحانی از یک منظر بسیار خطرناک میتونه باشه، و اون اینه که ما باید مردم بدانن که این بیماری گسترش پیدا کرده در تمام استانهای ایران. حالا شاید در بعضی استانها گسترشش کمتر باشه، در بعضی استانها بیشتر، ولی تمام استانها مبتلا هستند به بیماری کرونا ویروس. باید فاصله اجتماعی را رعایت کنند. فاصله اجتماعی رعایت کردن به تنهایی کافی نیست، پس باید همزمان تردداشون را از خانه به بیرون کم کنند که مبتلا نشن. پس نکته مهم اینه، اگر ما بیایم یک عوام فریبی کنیم و بگیم وضعیت خوبه، مردم از خانه هاشان میان بیرون، فاصله اجتماعی اونها کم میشه و بدتر گسترش بیماری رو ما افزایش خواهیم داد. این یک موضوع. موضوع دوم اینه که سیستم بهداشتی درمانی ایران الان بسیار فعاله، یعنی پرستاران، پزشکان، دانشگاه های علوم پزشکی و سایر منابع آمادگی لازم را برای بحران دارن اعلام میکنن بعد از این تعطیلات. آقای روحانی با این صحبتی که میکنه اونها رو منفعل میکنه و باعث میشه که سیستم بهداشتی درمانی ایران به جای اینکه آماده باشه، کامل داشته باشه برای موج دوم بعد از تعطیلات، منفعل بشه و افزایش مرگ و میر ما داشته باشه.
آمار موارد تایید شده ابتلا به کرونا در جهان از 882,000 نفر گذشت. شمار جان باختگان هم از 43,000 نفر گذشته. اسپانیا شاهد پنجمین روز با بیش از 800 قربانی در یک روز بوده. روند شیوع کرونا در آمریکا هم نگران کننده است. هنوز معدودی از کشورها خطر کرونا را جدی نگرفتند و زندگی در آنها روال عادی دارد. اما در اغلب کشورها محدودیت‌های ویژه و قرنطینه حاکم است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. گزارش سیاوش رو نداریم. بریم سراغ سام فرزانه از واشنگتن، جایی که ناو هواپیمابری در اون ناو هواپیمابری تئودور روزولت همه 4000 سرنشینش درگیر بیماری کرونا و امکان خروج از ناو هواپیمابر ندارند. سام، هیچ راهی نداره که این 4000 نفر رو پیاده بکنن برن در قرنطینه؟ حداقل احتمالا راهی وجود داره، ولی هنوز نتونستن که به یک تصمیم واحد برسن که بالاخره چطور میخوان این کار را انجام بدن. برای اینکه این ناو هواپیمابر الان در جزایر گوام هست، جایی وسط اقیانوس آرام، و این مقام های این جزیره میگن ما امکانات لازم برای قرنطینه کردن یا برای مثلا امکانات بیمارستانی که نیاز هست برای افرادی که بیمار شدند رو نداریم و امکان داره که این افراد با حضورشون در بیمارستان های گوام باعث افزایش ظرفیت، در واقع باعث کم شدن ظرفیت این بیمارستان ها بشن. از طرف دیگه مقام های نیروی دریایی آمریکا میگن که یک مشکل دیگه ای که هست اینجا اینه که این ناو هواپیمابر هم تجهیزات هسته ای توش هست، راکتور توش دارن، هم سلاح توش هست، هواپیماهای بسیار گران قیمتی توش هست، میلیاردها دلار ارزش وسایلیه که اونجاست و اینها رو نمیشه همینطور رها کرد و رفت. و اگر کسی حمله ای بکنه، نیروی حالا از هر جای عالم به این کشتی، این کشتی دیگه موقع امکان دفاع از خودش رو نداره. خب حالا چه اصراری دارن که پیاده کننشون سام؟ چرا نمیمونن همشون همتون؟ دقیقاً مشکل همینه که به خاطر اینکه کشتی‌ها جای چندان زیادی ندارن، کشتی یک جای محدودی داره، کشتی‌های جنگی خیلی هم محدودتر هستن و افراد از کنار هم زیاد عبور می‌کنن، در کنار هم زندگی می‌کنن. الان ناخدای این کشتی داره میگه که بزرگترین مشکلشون اینه که کسانی که بیمار شدن رو نمیتونن قرنطینه بکنن، جا ندارن برای اینکه این افراد جدا بشن از بقیه و با بقیه تماسی نداشته باشن. حتی عددها رو هم که نگاه میکنین میبینید که اینها خیلی راحت ظرف یک هفته، دو هفته، ده ها نفر اضافه شده به کسانی که مبتلا شدن و اینها متوجه شدن توی این کشتی. و مشکلشون الان اینه و ناخدای این کشتی یک نامه ای نوشته، یک نامه درس پیدا کرده به رسانه ها و توی اون مدعی شده، میگه ما وقتی که آمریکا الان در حال جنگ با کشوری نیست، چرا باید سربازها جون خودشون رو از دست بدن؟ و داره سعی میکنه که متقاعد بکنه مقامهای آمریکایی رو که فکری بکنن برای نجات اینها. متشکرم سام فرزانه، خبرنگار ما از واشنگتن. دولت افغانستان در ولایت‌های بیشتری اقدامات پیشگیرانه علیه گسترش ویروس کرونا در پیش گرفته. محدودیت‌های تازه شامل بستن بازارهای غیر ضروری و ممنوعیت رفت و آمد در ولایت‌های بلخ، تخار، بدخشان و سمنگان است. در هرات و کابل هم مدتی است که این محدودیت‌ها اجرا می‌شود. تا کنون ابتلای بیش از 190 نفر و مرگ 4 بیمار در این کشور ثبت شده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. آژیر مبارزه علیه کرونا در سمنگان، شمال افغانستان. در این ولایت نام 4 نفر مبتلا به کرونا ثبت شده. همین موضوع سبب شده اقدامات بیشتری روی دست گرفته شود. در همسایگی سمنگان، ولایت بلخ، کرونا کاروبار بازاری ها را کساد کرده و مردم را هم نگران. کرونا اولین قربانیش در افغانستان را از همین ولایت گرفته. مقام ها از مردم خواستند برای کساد کردن کاروبار کرونا در خانه بمانند. خانه‌تان آرام میشینین، غیر از مارکت های مواد اولیه، دواخانه دیگه در مجموع کل یک قایم هستن. ولایت هرات کانون نگرانی ها از گسترش کرونا است. گفته شده بیش از 75% افراد مبتلا در افغانستان در همین ولایت جواب آزمایششان مثبت بوده.
نگرانی از کمبود تجهیزات، انتقاد از بروکراسی اداری و آمار و ارقام رو به افزایش ابتلا شهروندان هراتی را نگران تر از قبل کرده. کمبود امکانات پزشکی و طبی، از سوی دیگر ناداری و فقری که مردم این روزها با او دست و پنجه نرم می‌کنند و دسترسی کمی که به مواد غذایی دارند، سرعت وقوع این فاجعه در هرات متاسفانه بیشتر می‌کند. ما از حکومت می‌خواهیم که هر چه زودتر در مورد سلامت و ایمنی پزشکان ما در خط مقدم مبارزه با کرونا اطمینان بده. کرونا که کار زمین را نکو نساخته، به آسمان هرات هم پنجه انداخته. تمام پروازهای غیر نظامی تعطیل شده. در کابل برنامه جمع‌آوری معتادین از سطح شهر هم آغاز شده. امروز 500 معتاد جمع‌آوری شدند و در این هفته 1100 معتاد. پای کرونا به 18 ولایت افغانستان رسیده و به گفته مسئولین هنوز اول قصه است. تا حدود 2 هفته دیگر وضعیت کرونایی وارد مرحله جدی خواهد شد. نگرانی ها سبب شده که وزارت ارشاد حج و اوقاف اعلام کند بر اساس فتوای اکثریت علما بی تفاوتی به گسترش کرونا حرام است. علی حسینی، بی بی سی، کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری ایران میگوید روند شیوع ویروس کرونا در همه استان‌ها رو به کاهش است. فرمانده ناو هواپیمابر تئودور روزولت آمریکا که ده‌ها سرنشینش به کرونا مبتلا شدند، خواهان تخلیه فوری و قرنطینه 4000 پرسنل این ناو شده. در ادامه این برنامه، چالش‌های قرنطینه مناطق دوردست. دولت ایران در روزهای گذشته بسته ای 100 هزار میلیارد تومانی برای مقابله با اثرات اقتصادی بحران کرونا ارائه داد. این بسته شامل وام‌های کم بهره به شرکت‌ها و کمک نقدی به خانوارهای کم درآمد است. کشورهای دیگر هم در ماه‌های اخیر برنامه‌های گسترده‌ای برای کاهش عوارض اقتصادی شیوع جهانی ویروس کرونا ارائه کردند، از جمله کمک بلاعوض به کسب و کارهای آسیب دیده و پرداخت بخش قابل توجهی از حقوق کارکنان بخش خصوصی. بهرنگ تاجین همکارم در استودیو با ما. بهرنگ، در وهله اول از بقیه کشورها شروع بکنیم که اونها چه راهکارهایی در نظر گرفتن. ببین، در دوران رکود اتفاقی که میفته اینه که معمولاً دولت‌ها بودجه‌شون، هزینه‌هاشون، مثلا بودجه عمرانیشون رو بالا می‌برن. یه مسئله هست، میگن که در دوران رکود اقتصادی دولت باید یه در رو استخدام کنه، زمینو بکنن، یه عده دیگر رو استخدام کنه، چاله رو پر کنن، این آدما حقوق بگیرن، اینا میرن حقوقشون رو خرج می‌کنن، اینجوری موتور اقتصاد روشن میشه. ولی بحران فعلی، بحران کرونا، با بحران‌های قبلی یک تفاوت عمده داره. این بار پول هست، سرمایه هست، نیروی کار نیست، چون خود دولت ها دارن به مردم میگن که بمونید خونه، نرید سر کار، بمونید خونه، نرید خرید. مثال بزنم، مثلا شما اگر یک آرایشگری باشی، مشتری هست ولی مشتری حاضر نیست بیاد خطر کنه، بیاد مثلا توی آرایشگاه بشینه، یا اینکه اصولا دولت به شما گفته که اجازه نداری بری سر کار. حالا اتفاقی که افتاده اینه که به همین خاطر روالی که دولت‌های مختلف در 5 قاره دنیا این بار در پیش گرفتن با دفعه قبلی فرق داره. 2 تا کار دارن میکنن. اولا از یک طرف میدونن که اقتصاد رو همین الان نمیشه زنده کرد، برای چند هفته یا چند ماه آینده یه بخشایی از اقتصاد باید کاملا تعطیل بمونه. به همین خاطر میخوان اقتصاد رو ببرن توی یه چیزی شبیه خواب زمستونی. به همین خاطر شما میبینید دولت‌های مختلف میان به کسب و کارها، به شرکت‌های خصوصی مثلا کمک بلاعوض میکنن، وام بی بهره میدن برای 1 سال یا بیشتر، و حتی از اون مهمتر میگن که ببین، حتی اگر که کارکنانت نمیتونن بیان سر کار، شما نمیتونی بهشون حقوق بدی، اینا رو اخراج نکن، من حقوقشون رو میدم، من دولت حقوقشون رو میدم، که همه چی رو آماده نگه دارن، شرایط که تموم شد، این بحران که تموم شد، همه چی بتونه به سرعت برگرده سر کار. این یه طرف داستانه. طرف دوم داستان اینه که دارن
در واقع اون آدم‌های دیگه‌ای که کارمند یک شرکت دولتی یا نهاد خصوصی نیستن، این آدم‌ها که درآمدشون قطع شده مثل همون آرایشگری که گفتم، دارن به اینها کمک مالی مستقیم می‌کنن. همین چند روز گذشته خبر آمریکا رو داشتیم که آمریکا قراره تا سقف $1,200 به هر مالیات دهنده پول بده مستقیماً، به خاطر اینکه این آدم‌ها مثلا کم درآمدها، وقتی درآمدشون قطع بشه یک دفعه، شما دچار شیوع فقر و گرسنگی میشین دیگه. دولت‌ها میخوان جلوی این رو هم بگیرن، اقتصاد رو خواب زمستونی به صورت آماده باش نگه دارن، جلوی فقر شدید و بیخانمانی و گرسنگی مردم رو هم بگیرن. این کاریه که دولت‌ها دارن میکنن. خیلی کوتاه، ایران دقیقاً چیکار داره میکنه؟ ببین، ایران یه چیزای شبیه این بسته 100,000 میلیارد تومانی رو اگه نگاه کنیم، یه بخشای شبیه بقیه است، یه بخشای شبیه نیست. دو تا اختلاف عمده داره. یکی حجمه. ببین، آمریکا $2,000 میلیارد این بسته محرک اقتصادی که تصویب شد، این تقریبا نصف بودجه دولت، بودجه سالانه دولت فدرال آمریکاست. 100,000 میلیارد تومان حدود 1/10، 1/8 بودجه سال 1399 دولت ایرانه. در نتیجه حجمش رو مقایسه کنید با خیلی از کشورهای دیگه خیلی کمتره. در ثانی یه سری تفاوت‌های ماهوی هم داره. دولت ایران هنوز قبول نکرده که مثلا حقوق کارکنان شرکت‌هایی رو که دیگه نمیتونن الان کار کنن و پرداخت کنه، یا به افراد خیشفرما، کسایی که شغل آزاد دارن یا مثلا کار روزمزدن، به اینها کمکی بکنه. هنوز اونها نیست. در نتیجه اینها تفاوت‌های عمده بسته اقتصادی دولت ایران با کشورهای دیگه است. نکته داستان اینه که این بحران، بحران جدیدیه و تمام اینها تجربیه، تمام این راه حل‌ها تجربیه. دقیقاً هیچ کس نمیدونه که آیا موفق میمونه یا نه، ولی فعلا در شرایط فعلی بسته اقتصادی دولت ایران با دولت‌های حداقل غربی این تفاوت‌های عمده رو داره. متشکرم. بهرنگ تاجدین. چند خبر کوتاه. پسر کمال فروغی، شهروند ایرانی بریتانیایی که سالها در ایران زندانی بود، میگوید او 2 هفته پیش به بریتانیا برگشته. به گفته کامران فروغی، پدرش پس از بازگشت به بریتانیا به دلیل نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا 2 هفته قرنطینه بوده. آقای فروغی 9 سال پیش در سفری به ایران بازداشت و 2 سال پس از آن به جرم جاسوسی و داشتن مشروبات الکلی به 8 سال حبس محکوم شد. به گفته پسرش، او از اواخر سال گذشته میلادی دیگر در زندان نبوده. شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراین انجمنی را برای دادخواهی تشکیل دادند. این هواپیما حدود 3 ماه پیش با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشینش کشته شدند. حامد اسماعیلیون، پزشک و نویسنده ایرانی که همسر و فرزندش را در این حادثه از دست داد، به عنوان سخنگوی این انجمن با انتشار ویدیویی گفته خانواده‌های قربانیان امیدوارند عاملان این جنایت را در پیشگاه قانون ببینند. کیومرث درامبخش، عکاس و فیلمساز ایرانی، دیروز در پاریس در سن 74 سالگی درگذشت. خانواده‌اش گفتند که او به کرونا مبتلا بوده. کیومرث درامبخش کارش را در سینما در اوایل دهه 50 خورشیدی با عکاسی در فیلم تنگسیر ساخته امیر نادری آغاز کرد. بوفکور، زندگی و مرگ صادق هدایت تنها فیلم سینمایی بلند اوست. آقای درامبخش بیش از 10 فیلم مستند بلند و 10 برنامه تلویزیونی ساخت. سخنگوی گروه طالبان به بی بی سی گفته که امروز مذاکرات رو در روی نمایندگان طالبان با مقام‌های دولت افغانستان در کابل برای آزادی زندانیان دو طرف آغاز شده. رهایی زندانیان بخشی از توافقنامه آمریکا و گروه طالبان است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، گفته که امکان دارد در 2-3 روز آینده این گفتگوها نهایی و رهایی زندانیان آغاز شود. در حال حاضر ایده تعطیلات در گوشه دورافتاده ممکنه جذاب به نظر بیاد، به خصوص اگر باید وسط یک شهر بزرگ خودتون رو قرنطینه کنید. اما زندگی در جاهای دورافتاده که فرسنگ‌ها از شهرهای بزرگ دوره، چالش‌های خودش رو هم داره، خصوصا وقتی که کرونا همه‌گیر شده. اتحادیه‌های مزرعه‌داران هم اعلام کردند که به حمایت بیشتری نیاز دارند. گزارش هیول گریفیث رو از جایی در ویلز با هم ببینیم.
قرنطینه در یکی از کم جمعیت ترین مناطق بریتانیا به نظر خیلی سخت نمیاد، اما برای اجتماعهای از هم دور افتاده و تک تک همه گیری تغییر بزرگی در زندگیشون ایجاد کرده. جما یکی از مزرعه داران جوان این منطقه است که تلاش میکنه از افراد مسن‌تر مراقبت کنه. اونها هفته گذشته با ماشین به خانه های غذا و دارو رسوندن که در مناطق دور از مرکز زندگی میکنن و حالا هم در قرنطینه هستند. قلب پاوس و ته حومه این منطقه خیلی دور افتاده و تنهاست. روزها در طول هفته کسی رو نمیبینی. ساکنان اینجا برای معاشرت عادت داشتن برن مغازه برای خرید و اونجا آدم ها رو ببینن. حالا حتی همونم ندارند. برای همین دیدن یکی از ما روحیه‌شون رو خوب میکنه. خیلی از اونها که نیاز به کمک دارن از فامیل و اقوامشون دور هستن. مارلین و جان دو سال پیش اومدن اینجا. میدونستن مغازه و وسیله نقلیه عمومی وجود نداره. بزرگترین نگرانیشون در حال حاضر درمان مشکل خونی جان در ماه‌های آینده است. چقدر برای سلامتیتون مهمه؟ برای من الان مهمترین و تنها مسئله است. ماه مه وقت بیمارستان دارم. هنوز وقت هست ولی کسی نمیدونه وضعیت چی میشه. حدس میزنم تا اون موقع هنوز تو قرنطینه باشیم و اگه بگن نمیتونی بیای دیگه یعنی همه چی تموم شده. برای مزرعه داران مسئله اصلی سلامت کارگرانه تا بتونن زنجیره مواد غذایی رو حفظ کنن. شهرداری های منطقه استخدام های سریعی انجام دادن تا بتونن نیازهای اولیه رو برآورده کنن. گردشگری تعطیل و ورود بازدید کنندگان ممنوع. بعضی ها فکر میکنن مردم مناطقی مثل روستای پاوس آماده تر از شهرهای بزرگ هستند برای اینکه به دوری از مرکز عادت دارند. کسی رو نمیبینی ولی همیشه کسی هست که به کمکت بیاد. اگه چیزی نیاز داشتی بگو. جامعه کوچیک ما اینجوریه. خونه هامون از هم دوره ولی همیشه کنار همیم. برای همین خوششانسیم. تا حالا 20 مورد مبتلا به ویروس کرونا در پاوس ثبت شده. همه در اینجا پذیرفتند که این تعداد ممکنه بیشتر بشه و آمادگی هر اتفاقی رو در آینده دارن. هوال گریفیث، BBC نیوز. نیمه بخش خبری، ممنون از همراهیتون، مراقب هم باشید.